سلام عزیزان، اسم من آلبرت ملکومیانه و مایل هستم امروز شهادت زندگیمو با شما قسمت کنم و کاری که خداوند عیسی در زندگی من انجام داده و امیدوارم که باعث برکت و مفید بوده باشه. من در شهر تهران به دنیا اومدم و در یک خانواده مسیحی، نه زیاد متعصب و نه زیاد ملایم، و با خانواده خودم خوشحال بودم و منو دوست داشتن و مورد محبت خانواده‌ام و اطرافیانم و فامیلم بودم و میتونم بگم از سن 12-13 سالگی شروع کردم به شناخت خودم و شناخت پیرامون و اطراف خودم و به قول گفتنی کم کم چشم و گوشهای من باز شد و سعی میکردم بیشتر بشناسم، بدونم، بفهمم که دور اطراف من چی میگذره و در اون حالت بلوغ و رشدی که داشتم خب خیلی طبیعی بود که به یک طرفایی هم مایل می شدم که زیاد مورد پسند همه نبود و میشه گفت که به صورت عامیانه وارد گناهان زندگی داشتم می شدم. البته هر کی که منو می دید به اون صورت نبود که تشخیص بده و یا خیلی آدم بدذاتی بوده باشم، به این صورت نبود، ولی خب هر کس میدونه تو زندگی خودش چی میگذره و ممکنم هست که این لحظه و اسم بیارم از اون عادتها، رفتارها، شخصی بگه که ای بابا این زیاد چیز بزرگی نبوده، ولی خب به هر حال شما میتونین همینجوری تصور کنین که انسانی که داره بزرگ میشه سعی میکنه به خیلی چیزا دست پیدا بکنه و بفهمه، بشناسه. و با خودم میتونم بگم که یک رابطه دوستانه ای داشتم و میدونستم که میشه با خدا دوستی برقرار کرد و بعضی اوقات خیلی صمیمانه باهاش صحبت میکردم و حتی موقعی که نیازهایی داشتم به حضور اون میرفتم و دعا میکردم و البته خیلی از نیازهام برآورده میشد و بعد از مدتها که باز نیاز داشتم به حضور خدا برمیگشتم. کم کم دوستانی پیدا کردم، کم کم از مدرسه ابتدایی به راهنمایی و بعد به دبیرستان رفتم و دیدم دیگه زندگی کم کم داره جدیتر میشه برای من و در این حین حتی کارایی بود که با دوستان به اون کارا میپرداختیم و احساس میکردم چیزای درستی نیست، ولی خب به قول گفتن میگن اگر خواهی رسوا نشی باید همرنگ جماعت بشی و فکر میکردم که اکثر مردم یا اکثر دوستام، اکثر همسن و سالهای خودم این کارا رو دارن انجام میدن و چه لزومی داره که خودم رو کنار بکشم یا جدا از اونا بدونم. و یکی از این روزا برادرم به خونه اومد و یک عکس عیسی مسیح رو با خودش به خونمون آورد و سوال کردم این عکس رو از کجا آوردی؟ گفت یک کلیسا، یک محلی بود توی خونه که جمع شده بودن و به مردم شال گردن و عکس هدیه میدادن و منم از اونجا رد میشدم، اتفاقی به منم دادن، گرفتم آوردم خونه. جالب بود زیر این عکس یک آیه از انجیل یوحنا نوشته بود که من راه و راستی و حیات هستم و هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. و این عکس رو که دیدم با این نوشته، یک چیزی توی قلبم شروع کرد صحبت کردن که من نیز باید نزد پدر بروم و نمیدونستم این نزد پدر رفتن چه معنی داره، پدر کیه، کجاست. و اون بکراندی که خودم درست کرده بودم از خدا به این ترتیب توی قلبم گذاشتم که منم باید بشناسم اونو. ولی گذشت، حدود 13-14 سالم بود اون موقع، بعد از 17 سالگی با یکی از دوستام آشنا شدم که در یک محل کاری با همگی کار میکردیم و جوری بود زندگی من که باید برای امرار زندگی خودم، امرار معاش، هم مدرسه میرفتم هم کار میکردم و اینجوری من دوست داشتم که سربار کسی نباشم و با این دوستم در اون محل کار آشنا شدم و شخصیت این دوستم اونقدر جالب بود که منو واقعا مجذوب خودش کرد. کسی بود که خیلی آروم، خیلی شخصیت زیبایی داشت، خیلی رفتارش تمیز بود، صحبتاش واقعا عاقلانه و تمیز بود و احساس میکردم این یک چیزی درونش وجود داره که من ندارم و خیلی سوای اون اشخاصی که من دیدم و دوستان بودن یا باهاشون معاشرت کردم. یک روز این دوستم از من سوال کرد، گفت تو مرامت چیه؟ چه مرامی داری؟ گفتم والله من مرام خاصی ندارم و مرام من مثل
گفته رابین هود من عدالت رو دوست دارم، دوست دارم حق به همه برسه، حق هیچ کس پایمال نشه. و از همین صحبت ها که خیلی دوست دارن داشته باشن و یک برابری اجتماعی از این حرفا. و من از اون همون سوالش رو ازش دوباره پرسیدم، گفتم مرام تو چیه؟ گفت من مسیحی هستم. گفتم چطور تو مسیحی هستی؟ خب منم مسیحی هستم، ولی در همون حین در قلب من یک چیزی گفت، مسیحی بودن این شخص باعث رفتار خوب اون بوده که تو این سه هفته دیدی. یک روز این دوستم از من سوال کرد که دوست داری با هم دیگه به کلیسا بریم، و از کتاب مقدس هم برای من صحبت میکرد، از آیه کتاب مقدس، از چیزایی که انجیل میگه، از نجاتی که عیسی مسیح داره و از هدفی که خداوند برای انسان داره. و جالب اینجا بود، من به طور کل اصلا هیچی خاطرم نیست از اون صحبت ها، و میتونم بگم گوشام کلا بسته بود و فقط من مجذوب شخصیت این شخص بودم. و موقعی که گفت من مسیحی هستم، من یک احساسی در قلبم بود که اگر من میخوام شکل این بشم و شبیه این و رفتار اینو داشته باشم، باید من نیز مسیحی بشم. خونه‌هامون از همدیگه فاصله زیادی داشت و قرار گذاشتیم که در یک محل همدیگه رو ملاقات بکنیم. اون روز میتونم بگم که یکی از بدترین روزهای زندگی من بود. خیلی از کارهایی که میخواستم انجام بدم جور نمیشد، لباسام رو پیدا نمیکردم و خیلی مشکلات برام پیش اومد. و تا اون موقع به این حد من مایوس نشده بودم از کار ساده، ولی بالاخره گفتم ای بی نداره، اگه لباسم لک روش داره و پیرنم حاضر نیست، ای بی نداره، یه چیزی پیدا میکنم میپوشم. و پوشیدم و راه افتادم، رفتم و با هم دیگه به کلیسا داشتیم نزدیک می‌شدیم. در بین راه با من صحبت می‌کرد در مورد توبه کردن، در مورد قلبتو به عیسی مسیح سپردن. آنن توی من این شروع کرد زنده شدن که اگرم من می‌خوام شبیه این شخص بشم، باید توبه بکنم. و توی کلیسا بعد از سرود خواندن‌ها، بعد از مراسمی که قبل از موعظه وجود داره، نشسته بودیم و وای شروع به موعظه کرد. و میتونم بگم اولین بارم بود که انجیل رو به صورت واضح میشنیدم که یه نفر داره موعظه میکنه. و من اون موقع حدود 17 سالم بود. نگاه میکردم به اطرافم، دور اطرافم، به مردمی که اونجا دعا میکردن، دستاشون رو بلند میکردن، و برای من خیلی غریبه بود. وای شروع کرد به موعظه کردن در رابطه با نزد پدر رفتن و ویزای آسمانی و این ویزای آسمانی رو آیا تو پاسپورتت داری یا نه. و آنن من اون آیه هایی که زیر اون عکس بود سالها پیش دیده بودم به خاطرم اومد که من راه و راستی و حیات هستم و هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. تقریبا میتونم بگم این واعظ اون سالهای گذشته رو اوورد و در زمان حالی که من اون موقع بودم با همدیگه ربط داد. و واعظ کلیسا مردم رو دعوت میکرد به جلوی منبر که برای دعا کردن، برای قلبشون رو سپردن به عیسی مسیح. و من تقریبا یه شخص خجالتی بودم اون موقع، اگر با دو سه نفر صحبت میکردم رو در رو زیاد نمیتونستم اون صحبت رو ارتباط رو ادامه بدم، و مخصوصا اگر یک دختری وایساده بود خب بیشتر. ولی تو اون کلیسا اون روز حدود 300-350 نفر از مردم نشسته بودن. و در همون حین نگاه کردم به چپ و راست که برم جلو نرم جلو، یک چیز توی قلبم گفت که نه نرو، عیب نداره، سر جای خودت بشین، یه روز دیگه میری توی خونه این دعا رو میکنیم. و همون آن واعظ کلیسا گفت نگو که یک روز دیگه، امروز روز نجاته و امروز از دست نده. و من فکر میکردم خیلی اوقات توی زندگیم شده بود که چیزی رو من از دست نداده بودم، اولین نفر بودم، اگر یک کار خرابکاری یا اشتباهی بود همیشه پیش قدم میشدم، همیشه داوطلب میشدم، چطور امروز که
اینقدر قلب من با این کلام و این کلام که موعظه شده ارتباط برقرار کرده، چرا من خودم عقب میکشم؟ و سالها بعد متوجه شدم که شیطان اون روز میخواست من رو عقب نگه داره و منو دور نگه داره از این نجات. و کلام خودم میگه چگونه رستگار شویم اگر از این چنین نجات عظیمی غافل بشویم. و من دیگه به چپ و راست نگاه نکردم و در همون حین پا شدم و سرمو انداختم پایین و رفتم پیش اون حدود 300 نفر مردم، رفتم و زانو زدم جلوی منبر و نمیدونم چه اتفاقی افتاد اونجا، چه دعایی کردم، چی خواستم. فقط اینو خواستم که عیسی مسیح، این حرفایی که اگر میزنن درسته، اگر که تو هستی، اگر زنده هستی، زندگی میکنی، من اعتراف میکنم گناهکار هستم و میخوام وارد زندگی من بشی، وارد قلب من بشی، گناهان منو ببخشی، منو نیز پاک کنی. و همینقدر و واعظ برای ما دعا کرد و بعد از میتونم بگم 7-8 دقیقه 10 دقیقه از اونجا بلند شدم. حدود 33 سال قبل بود و میتونم بگم اون روز من هرگز فراموش نکردم، نمیتونم فراموش بکنم، چون که میتونم بگم الان من 33 ساله هستم، چون که اون روز به قول کلام خودم میگه ما تولد تازه پیدا میکنیم و من متولد شدم. و موقعی که سر پا وایسادم واقعا دنیا برای من رنگ دیگه ای داشت و واقعا نجات خداوند رو لمس کرده بودم، زندگیم عوض شده بود. و برگشتم به دوستم گفتم تو هر هفته منو باید بیاری اینجا، و خیلی خوشحال شد و برای منم یک انجیل هدیه گرفت از کلیسا که اون انجیل سالهای زیادی با من بود موقعی که در ایران بودم و استفاده میکردم و اولین کتاب مقدسی بود که لمس کرده بودم و مال خودم بود و عاشق کلام خدا شدم و دیدم خداوند نفرتی که توی قلبم بود تبدیل به محبت کرد و نگرانی و افسردگی رو تبدیل به شادی کرد، ترس رو تبدیل کرد به یک جرأت و خیلی چیزایی که حالت منفی تو زندگیم داشت خداوند شروع کرد به برداشتن. موقعی که عیسی مسیح وارد زندگی ما میشه، چیزایی که اضافیه تو زندگی ما شروع میکنه اونا رو بیرون کردن، شروع میکنه اونا رو تمیز کردن. البته این مسئله ملزومه اینه که ما اجازه بدیم به عیسی مسیح. عیسی مسیح میگه بر در قلبت ایستاده، اگر تو آن را باز کنی وارد خواهم شد و با تو شام خواهم خورد. توی کارم، توی ازدواجم، توی به دنیا آمدن بچه هام، توی خدمتم، توی کلیسا، هر روز و هر روز قدرت و قوت و آرامش و پیشوایی و راهنمایی عیسی مسیح رو میبینم و من حاضر نیستم به هیچ قیمتی و با هیچ مال و اموالی اون لحظه رو که عیسی مسیح زندگی ما عوض کرد عوض کنم و حتی امروز. و میتونم بگم که واقعا گنج عظیمی به من داد. کلام خودم توی پتروس همینو میگه، میگه بذر غیرفانی خداونده که در قلب ما کاشته میشه و شروع میکنه به ثمر آوردن. و اینکه دیدم واقعا کلام خداوند چه قوتی داره و میتونم بگم همون کلام خداوند از اون روز به بعد هر روز و هر روز زندگیمو تغییر داده و جلو برده. و جالب اینه که موقعی که به عیسی مسیح من ایمان آوردم و اونو به عنوان منجی و پادشاه خودم در قلبم پذیرفتم، اون احساس و نفرت به گناه کاملا همون شب اول وارد زندگیم شد و من میدونستم بدون اینکه کلام خدا رو من خونده باشم، میتونم بگم روح القدس در قلبم داشت صحبت میکرد که چه چیزی اشتباهه، چه چیزی درسته، چه چیزی تو دیگه نباید داشته باشی، چه چیزی رو دیگه نباید مطابقت بکنی. ولی نمیتونستم از لحاظ جسمی تماما اونا رو یک شبه اجرا بکنم و این نیاز داشت به هفته ها و ماه ها و برای بعضی از موضوعات نیاز داشت به سال ها حتی
گناه چیزی که ما یک شبه به دست نیاوردیم، در زندگی ما وارد نشده و یک شبه هم از زندگیمون محو نمیشه و نیاز داره که بیشتر در حضور خدا باشیم. و کلام خدا توی یعقوب میگه با شیطان مخالفت نمایید و به خدا نزدیکی نمایید و او از شما خواهد گریخت. منظور این که شیطان از ما خواهد گریخت. کلام خدا باز عیسی مسیح در انجیل یوحنا 10 میگه من آمدم که شما حیات داشته باشید و آن را بیشتر تحصیل نمایید، یعنی حاصل کنید. و اون حیات اول همون شبی بود که من نجات ازش پذیرفتم و به منو نجات داد. و اون حیات قسمت دوم که تحصیل کردن بیشتر اونه، زندگی روزمره و شیرین و پر از محبت و پر از آرامش با عیسی مسیح. سالها قبل توی ایران در یک اردوی شرکت کرده بودم و حدود 1.5 سال بود که مسیح رو میشناختم. و جالب بود که در اون اردو برادرهایی که عزیز که الان بین ما نیستن، یکی از معلمان اون اردو بود و خیلی اردوی پربرکت و خوب و عالی بود. خداوند با قلب من صحبت کرد که تو منو خدمت خواهی کرد و خدمت تعلیم یا معلم بودن تو قلب من گذاشت و من هیچ آشنایی و هیچ سرنخ و هیچ چیزی از اون نداشتم اون موقع. حتی با برادران دیگه هم صحبت کردم در مورد اون، یه راهنمایی به من کردن. ولی سالها که گذشت از ایمانم، دیدم من گرایش خاصی دارم به اون طرف که چیزی که عیسی مسیح در زندگی من انجام داده بتونم اونو منتقل کنم به یک شخص دیگه یا کمک حالش بشم یا بتونم دستشو بگیرم و بلندش کنم یا بعضیا که عیسی مسیح رو نمیشناسن واقعا بتونم دستش رو تو دستشون بگذارم. و امروز من در لس آنجلس که زندگی میکنم در قسمت بربنک کلیسای کوچیکی داریم که اونجا دارم خدا رو خدمت میکنم با آنایت خانوما و فرزندانم سینتیا و آلوین. در خدمت خداوند واقعا شادی عظیمی وجود داره و هر روز که این کار رو انجام میدم برای اون، البته من به صورت داوطلبانه این کار رو انجام میدم و رسما کشیش یا شبان کلیسایی نیستم، ولی میبینم که میشه اینطور هم خدا رو خدمت کرد. من کار خودم رو دارم، شغل خودم رو دارم و از اون طریق شغل خودم من امرار معاش میکنم، ولی وقتای اضافیمو برای کار خداوند اختصاص میدم که اون رو خدمت بکنم. و خیلی خوشحال هستم از برادران عزیز که این موقعیت و فرصت رو در اختیار من گذاشتن تا بتونم شهادت زندگیمو با اونا تقسیم بکنم و باعث برکت شخصی دیگه بشم. خدا برکتتون بده.